سلام میکنم خدمت همه کسایی که این ویدیو رو دارن میبینن. من آرش مرادی‌فرد هستم، نزدیک 9 سالی که دارم به صورت حرفه‌ای تنظیم میکنم و نزدیک 3 سالم هست که به نرم‌افزار استودیو وان مهاجرت کردم. خیلی مدت از من راجع به این برنامه سوال میشد، تصمیم گرفتم که این ویدیو رو بسازم. خیلی خوشحالم که دارم این کارو میکنم، چون خیلی وقت بود که میخواستم این کارو بکنم ولی فرصت نمیشد. من سعی میکنم توی این آموزش اولا زیاد صحبت نکنم، خیلی خلاصه و کوتاه در مورد استودیو وان توضیح بدم. توجه کنید که آموزش برنامه استودیو وان یا آموزش تنظیم نیستش این ویدیو. برای کسایی که مثل خود من قبلا کیوبیس کار میکردن، تنظیم میکردن و میخوان حالا مهاجرت کنن به نرم افزار دیگه، به حالا دلایلی که هستش. اولا چرا من استودیو وان رو بهتون پیشنهاد میکنم؟ همونطور که گفتم نزدیک 3 سال من دارم با این برنامه کار میکنم. تو این 3 سال شاید 3 بار این برنامه بهم کرش نداده. خیلی سبکه. برنامه دیگه مثل ریپر، ایبلتون اینا هم هستن، ولی من استودیو وان رو پیشنهاد میکنم چون که خیلی شبیه کیوبیس مهاجرت بهش خیلی راحته، کلا شبیه برنامه‌های دی ای دبلیو به قولی. مثل بقیه‌شون و مثل ایبلتون چیز عجیب غریب و یه دنیای دیگه نیستش. همه چیز دم دست، همه چیز راحت و مهاجرت بهش خیلی راحته. من بعد از یه هفته کار کردم باش تونستم یه تنظیم کامل باهاش بزنم. شاید براتون جالب باشه بدونید که این برنامه توی جشنواره NAMM سال 2016، امیدوارم تلفظش رو درست گفته باشم، برنده سافر ریوارد شد و منم خب این پست رو توی اینستاگرام دیدم و دلیل اصلی که خود من به این برنامه علاقه من شد اصلا بیا ببینم چیه همین بودش، چون من هم با کیوبیس کار میکردم، هم با افل استودیو کار کردم، سابقا با ایبلتون هم کار میکردم ولی نه خیلی حرفه‌ای، و دنبال یه برنامه بودم که بهش کوچ کنم. حالا چرا دنبال کوچ بودم؟ شاید خب چیزایی که الان بگم شما هم براتون اتفاق افتاده باشه، به خاطر باگا و مشکلات خیلی زیاد کیوبیس، کیوبیس 5. شما یا باید این برنامه رو به صورت اورجینال تهیه کنید که با این قیمت دلار الان فکر کنم قیمتش حدود 7.5 تا 8 میلیون تومان باشه که بخواید نسخه پرو کیوبیس 10 رو تهیه کنید، یا اینکه به نرم افزار دیگه که کرک شده مهاجرت کنید. همونطور که مثلا نکسوس از یک سال به بعد کرک نشد، دیگه کسی نرفته نکسوس اورجینال تهیه کنه، آخرین آپدیتاشو داشته باشه، به سینتای دیگه اومدن با برنامه دیگه دارن کار میکنن. خب نمیخوام در مورد اینکه این کار حالا خوب هست بد هستش نه اصلا اینجا صحبت کنیم، بحث ما یه چیز دیگه ایه. به هر حال از لحاظ اقتصادی هم اگه کسی بخواد اورجینال تهیه کنه، استودیو وان فکر کنم حدودا $500 باشه نسخه پروفشنالش، و اینکه تو بلک فرایدی حتی این اخیراً دیدم که تخفیف خورده تا $200 هم اومده بود. ولی من باز هم حتی این برنامه رو به نسخه اورجینال کیوبیس ترجیح میدم و پیشنهاد میکنم به خاطر قابلیت هایی که داره و سبک بودن این برنامه مهمترین ویژگیشه. خب این برنامه کاملا 64 بیته و مثل کیوبیس 9.9.10 دیگه از پلاگین 32 بیت پشتیبانی نمیکنه و شما برای باز کردن برنامه‌ای مثل اوتوتیون، هارمونی انجین، نکسوس و غیره که 32 بیت هستن حتما باید از برنامه جی بریج یا برنامه مشابه استفاده بکنید. خب من خیلی کوتاه بخوام راجع به مشکلاتی که کیوبیس 5 پرو آخرین نسخه کیوبیس هستش صحبت بکنم، واسه اون دسته که اورجینال البته تهیه نکرده. اینکه کیوبیس 5 مال سال 2009 هستش، همین یه جمله فکر میکنم کافی باشه که شما بخواید مهاجرت کنید به برنامه جدید بعد 9 سال 10 سال. و این برنامه از پلاگین‌هاش از شاربیت ساپورت نمی‌کنه، مثل اونجر، آمنیسفر 2.5. برنامه جدید کلاً دارن تحت 64 بیتی میان بیرون و به دلیل 32 بیتی بودن این برنامه از 3 گیگ از رم شما بیشتر استفاده نمیشه. و شما فکر کنید مثلا آمنیسفر سال 2018 رو دارید روی کیوبیس سال 2009 میارید بالا، اصلاً نمیتونید توقع داشته باشید که مشکلی نداشته باشید، باگ نداشته باشید و همه چیز به خوبی و خوشی براتون پیش بره و حالا چیزای دیگه. من اگه تند حرف میزنم عذرخواهی میکنم، میخوام تایمش کوتاه باشه، وقت شما کمتر گرفته بشه. حالا میریم سراغ خود استودیو وان. وقتی شما استودیو وان رو نصب بکنید، بله این صفحه براتون باز میشه، صفحه رو میبندید، اکتیویت آفلاین رو میزنید، کپی کیج رو
نرم افزار کرک شد. خب اولین صفحه که شما وقتی استودیو وان رو باز میکنید این صفحه هستش. سه تا گزینه دارید این بالا. نیو سانک که وقتی که میخواید پروژه تنظیم بسازید وارد این قسمت میشید. نیو پروژکت محیط مستر این برنامه هستش، برای مسترینگ وارد این قسمت میشید و باز کردن پروژه ها بود. این قسمت هم یه سری امکانات داره که شما میتونید آرتیست نیم، اسم خودتون رو بزنید، سبکتون، سایتتون و تنظیم کارت صداتون، معرفی کارت صداتون که من حال وقتی که ویدیو رو ضبط بکنم روی افل استودیو گذاشتم کارت صدای مجازی و همه این تنظیم حال از داخل خود برنامه هم میشه انجام داد. خب ما میخواییم بریم سر پروژه تنظیم نیو سانگ. سانگ تایتل اسم پروژه‌مون رو میذاریم آموزش. آدرس پروژه‌مونه که من خودم یه آدرس دیفالت بهش دادم، به شما هم یاد میدم که همیشه پروژه‌تون میره اونجا مرتب با یه فولدر به هر به اسم خود سانگ تایتلتون براتون میسازه. خب تنظیم‌های دیگه سمپل ریت و چیزایی که از داخل خود پروژه میتونید تغییر بدید. خب به باقی تنظیمات کاری نداریم، همونطور گفتم نر آموزش استودیو وان نیست، ما فقط داریم کلیات رو میگیم که راحت بدون مشکل بیایم داخل این برنامه باهاش کار کنیم. خب محیط کلی برنامه رو میبینید، خیلی براتون عجیب غریب فکر نکنم باشه، شبیه کیوبیس هست تا حدودی. اگه کیوبیس 9.5 هم تهیه کرده باشید بروزر این بغل رو دیدید توش، پس خیلی دور نیستش اصلا از این محیط. از گزینه بالا که خب همه رو نمیخوایم توضیح بدیم، فقط سیوز رو بهتون میگیم که برای سیو کردن پروژه است. توی آدرس جدید سیو تو نیو فولدر برای بکاپ، همون در واقع بکاپ پروژکت کیوبیس هستش که فایل اضافی رو پاک میکنه. شما بکاپ پروژهتون رو میخواید ببرید جای دیگه ازش استفاده کنید که ممکنه فایل ویوتون رو نداشته باشن. اینجا گزینه اکسپورت رو من بهتون میگم، اکسپورت میکس داون که خروجی پروژهتونه که حالتش هم مثل کیوبیس. آدرس بهش میدین هر جایی که بخوای، اسم فایل رو میذاریم، فرمتش رو ویو ام پی 3 بیت ریت و این یه خروجی کلی ازتون براتون میگیره. ولی یه خروجی لاین به لاین هم ما نیاز داریم، مثلا برای کسایی که میکس و مستر خودشون نمیکنن و میخوان پروژه ببرن جای دیگه که اکثرا هم با کیوبیس کار میکنن، واسه همین باید از این گزینه استفاده کنیم اکسپورت استریمز که دو حالت بهتون اکسپورت میده، چنلز و تریکس، که یکیش بر اساس چنل های میکسرتون خروجی ها، یکی بر اساس ترک های لایناتون هستش. در واقع مثلا اگه شما باس چنل داده باشید یا افیکس چنل داده باشید از اینجا نمیتونید خروجی رو بگیرید، این فقط همین لاینا رو دونه دونه براتون اکسپورت میگیره از این قسمت. آدرس هم هر جا حالا هر فولدری میتونید بسازید بهش بدید و فایل نیم هم من معمولا خودم خالی میذارم چون که همه لاینام ترک لاینام اسم داره، مثلا کیک به اسم کیک خودش به همون اسم خروجی میگیره، نیاز به پیشوند نداره و نحوه خروجی و فرمتش. راجع به گزینه‌های دیگه صحبتی نمی‌کنیم که وقت گرفته نشه، همه مثل کیوبیس هستش. خب بیایم منوی اصلی که شما نیاز دارید. اصلی ترین منوی که ما باش کار داریم استودیو وان آپشنز هستش. تمام تنظیمات استودیو وان توی همین منو هستش، هیچ چیز دیگه‌ای نداره. گزینه اول جنرال تنظیمات کلی تم برنامه است، کیبورد شورتکات که شما میتونید در واقع کلیدهای میانبرتون اینجا طراحی کنید. مثلا من اینجا میسم ریموف برای پاک کردن لاین اینسترومنت، ریموف ترک اند اینسترومنت که در واقع مثلا پاک کردن وی اس مون هستش. مثلا اگه بخوایم نکسوس یا اسپای رو پاک کنیم از این گزینه استفاده میکنیم. من اینجا یه بار دیگه میزنم که شما هم ببینید. دابل کلیک میکنیم، دکمه‌ای که میخواهید بزنید رو میزنید، اساین و تمام اپلای. خب گزینه بعدی لوکیشن هست. تمام فایلای ما آدرسایی که توی برنامه هستش از اینجا تعریف میشه. آدرس کلی پروژه هامون همونطور که گفتم اینجا میتونید بهش بدید که کل پروژهاتون توی این آدرس بره. گزینه اتو سیو هم اینجا هستش که روی هر 5 دقیقه تنظیم شده که میتونید کمتر یا بیشترش بکنید. نوع فایل هاست که کاری نداریم، آدرس فایل خود استودیو وانه. و وی اس تی پلاگینز، اینجا یه گزینه داریم اسکن اند استارت آپ. اگه این گزینه روشن باشه هر دفعه که استودیو وان میاد بالا شروع میکنه به اسکن کردن وی اس تی هاتون، در واقع مثل کیوبیس که هر دفعه پلاگین رو اسکن میکنه. اگه اینو غیر فعالش بکنیم
دیگه وقتی برنامه میاد بالا شما وی اس تی جدیدی همچین ریخته باشید نمیشناسه، چون اسکن نمیکنه. آدرس وی اس تی هاتون رو اینجا میتونید بهش بدید. یه گزینه هم هست ریسیت بلک لیست. بعضی وقتا یه برنامه بد نصب شده یا باعث کرش میشه یا مثلا وسط اسکن برق میره و این برنامه اینو به عنوان یه برنامه مشکل دار میشناسه و توی بلک لیستش قرار میده. شما وقتی این گزینه بزنید بلک لیستش کاملا سفید میشه، هیچ برنامه‌ای تو بلک لیست نیست و همه رو اسکن میکنه. در غیر این صورت وقتی برنامه‌ای بره توی بلک لیست دیگه نمیشناستش. خب آدیو ستاپ، تنظیمات کارت صدامونه، بازم مثل کیوبیس کار خاصی نداره. خب این قسمت همونطور که از آیکونش پیداست برای معرفی کردن میدی مونه. تو کیوبیس معمولا میدیو به صورت اتومات میشناسه و کار میکنه، ولی توی استودیو وان حتما باید ما میدیو بهش معرفی کنیم، در غیر این صورت کار نمیکنه. گزینه ادو میزنیم. اگه میدیتون توی این گزینه ها بود، به طور مثال ما الان این گزینه رو انتخاب میکنیم، میریم بهرینگر یا میکسری هستش اینجا همه چی، و در نهایت وقتی مدل انتخاب کردید میدیو حتما تو قسمت ریسیو فرام انتخاب میکنید. این میدیو من هستش که بشناسه، وگرنه اینکه فقط صرفا شما اینو بزنید کار نمیکنه. اگه هم نبود مشکلی نیست، اینجا تو قسمت نیو کیبورد هر چیزی خواستید میزنید. من مثلا اکسیژن رو میزنم و توی ریسیو فرام میدیتون رو از اینجا انتخاب میکنید و همین. اوکی. خب تو گزینه ادوانس تنظیمات برنامه است که به صورت اختیاری شما میتونید با توجه به چیزی که نیاز دارید، کاری که میخواید بکنید، اینا رو شخصی سازی بکنید. مثلا چیزی که بخوام الان بهتون بگم پری ریکورد آدیو اینپوت هستش که من روی 5 ثانیه گذاشتم، یعنی 5 ثانیه قبل از اینکه من دکمه ریکورد رو بزنم این ریکورد داخلش شروع میکنه. یعنی اگه یادم بره من ریکورد رو بزنم و دیر بزنم، باز من 5 ثانیه قبلش رو میدونم دارم و خیالم راحته، میتونم داخل برنامه اوکیش کنم. و حالا تنظیمای دیگه. اوکی، این کل تنظیمات این برنامه است. تو گزینه ترانسپورت میریم تو آپشنز، ریترن تو استارت آن استاپ رو فعال میکنیم. این گزینه چیکار میکنه؟ اسکرول ما رو در واقع برمیگرده به همون جایی که بود. الان میبینید میره برمیگرده همون جایی که بود. ولی وقتی غیر فعال باشه هر جا که وایسه همونجا میمونه وقتی استاپ میکنه. خب ابزارهای بالا رو که فکر میکنم بشناسید، همشون توی کیوبیس بودن. بن تول فقط جدید هستش اینجا، برای کوانتایز کردن استفاده میشه. استریپ سایلنس هستش و آدیو بند که بازم برای بند کردن و ارتباط رو با همین ابزاری که بهتون گفتم. کوانتایز از اینجا معرفی میکنید. و حالا گزینه های این سم. خب در ابتدا میخوام در مورد همین بروزر سمت راست که شاید براتون جدید باشه براتون توضیح بدم. اینسترومنت همون وی اس تی اینسترومنت های مان مثل نکسوس، اسپایر. افکت پلاگین های میکس مونن مثل پلاگین های فاب فیلتر، ویوز توی این قسمت هستن. لوپس فایل های خود استودیو وان هستش، فایل های کامپیوتر شما از دسکتاپ بگیرید تا هر درایوی بخواید میتونید برید. و دو گزینه آخر کلاود واسه اینترنت هستش، تنظیماتش میتونید سرچ کنید سان کلاودتون رو. پول هم فایل های استفاده شده شما توی این پروژه هستش. خب حالا به گزینه فایل میریم. اینجا یه فایل داریم به اسم ونجنس پکیج. به طور مثال من میخوام این ونجنس پکیج همیشه اینجا دم دست من باشه، همیشه راحت بهش برسم، نیام هی بگردم مثل کیوبیس و یه فایل باز کنم. کلیک کراس میکنم روش نیو تب فرام هیر. همونطور که میبینید اینجا یه تب برای من درست شد. من هر موقع دیگه بخوام میتونم با کلیک فقط روی این تب بیام سراغش و رینیم هم میتونید بکنید، مثلا بذارمش ویوی خالی. من هر موقع دیگه اینجا اینو بزنم این فولدر داخلش برای من باز میشه دم دستم. خب فایل ویو به طور مثال میخواییم باز کنیم. درگ اند دراپ راحتی انجام میشه. همینجا میتونید بشنوید فایل رو. بعد چند تا گزینه هست اینجا، گزینه پلی، استاپ، لوپ که اگه روشن باشه به طور مداوم لوپ تکرار میشه. و گزینه
پلی ادسان تمپو هستش که برای فایلای ویو معمولا جواب نمیده، بیشتر برای فایلای خود استودیو وان این کارو میکنه، دقیق انجام میده و میاد فایل مورد نظر رو روی تمپوی آهنگ شما پلی میکنه. اوکی، ما این فایل لوپ رو بردیم اینجا. این منوی سمت راست رو که میتونیم غیر فعالش کنیم. سانگ بار ما هستش این محیط. خب به منوی سمت چپ بپردازیم. ترک لیست، لیست ترک هامونه که اگه بخوایم ببینیم، گزینه بعدی گزینه اینسپکتور هستش که این خود در تقریبا کیوبیس هستش. این فکر میکنم ببینید شما اینسرت ما، سند ما و باقی گزینه ها که توی کیوبیس هم بودن، به اضافه یه سری گزینه دیگه که در اختیار داریم. خب پلاگین رو از اینجا میتونیم روشون باز کنیم خیلی راحت. سرچ میکنیم فاد فیلتر سران کیوبی، خیلی راحت اوکی میشه. اگه شما پلاگینی داشته باشید که بخواید همیشه دم دستتون باشه، در واقع تو لیست فیوریتتون باشه، از این قسمت بروزرتون کلیک کراس میکنید روی افکتی که میخواید، فیوریت رو انتخاب میکنید، تو لیست فیوریتتون میمونه. اینسترومنت ها هم به همین شکل. خب باقی گزینه ها هم فکر نکنم نیاز به توضیحی باشه، فقط شاید این شکلش ذره فرق کنه که برای مونو استریو کردن لاینمونه، اینپوت رو معرفی کردن اینپوتمونه که باز تو کیبیس هم بوده، دیگه راجبش توضیحی نمیدیم. گزینه بعدی اتوماسیون همون هست که میتونیم مشخص کنیم اتوماسیون ها رو نشون بده یا نده. اگه این گزینه روشن نباشه کل اتوماسیون های پروژه نشون داده نمیشن ولی کار میکنن. مارکرمون هست که اگه بخوایم مارکر مشخص کنیم، ارنجر ترک و کور ترک که منوی جدیدی هستش که توی استودیو وان هستش، و تمپوی ما هستش که اگه بخوایم تمپو وسط کار تغییری داده بشه اتوماسیون بسازیم، از این قسمت خیلی راحت میتونیم تمپو رو تغییر بدیم. با کلیک راست مثلا میذاریمش 110، از اینجا به بعد میادش روی 110 بگی کلیک راست میکنیم دیلیت. گزینه بعدی اترک ما هستش. اترک رو میزنیم یا تی روی کیبورد، نیم لاینمون رو میتونیم اینجا مشخص کنیم، مثلا میذاریم کیک به طور مثال. تایپ، نوع لاینمون، خب 4 تا نوع اینجا میبینیم: اتوماسیون ترک، فولدر ترک، آدیو ترک و اینسترومنت ترک. ما روی آدیو ترک قرارش میدیم و تعداد لاینی که از این میخواییم فعلا یه دونه میخواییم. اوتوکالر رو زدیم، مونو باشه یا استریو و باقی چیزا. اوکی، اینجا یه لاین ویو برای ما میسازیم. این آیکونی که اینجا میبینید آیکون آدیو ترک ما هستش، لاین یعنی ویومون هستش. خب فولدر میزنیم، نیمش رو خالی میذاریم. اوکی، به همین راحتی فولدر میسازیم، درگ اند دراپ مثل کیوبیس. اینسترومنت ترک، خب وقتی اینسترومنت ترک رو مشخص کنیم این گزینه ها فرق داره. اگزیستینگ اینسترومنت در واقع واسه وقتی که شما بخواید از لاین های موجود در پروژهتون استفاده بکنید، مثلا استایلوس آرمیکس میبینید که 6 تا یا 8 تا خروجی بهتون میده، بخواید با یه استایلوس 8 تا بگیرید، از اینجا میایید وقتی استایلوس پروژهتون باز باشه استایلوس استفاده میکنید و بسیار چنلی که میخواید از توی اون استفاده میکنید. ولی اگه لاین جدید بخواید استفاده کنیم رو حالت نیو اینسترومنت میذاریم و برنامه‌ای که حالا نیاز داریم رو باز میکنیم. اوکی، نیو اینسترومنت باز شدش، اسمش هم مثلا از یه دابل کلیک میکنیم میذاریم پیانو. میبینید آیکون اینسترومنت رک هستش، سمت چپ هم پایین میدیه ما رو نشون میده که فعال بشه روشن میشه. با کلیک روی این آیکون وی اس سی ما باز میشه و شما میتونید صدایی که دوست دارید از این تو انتخاب بکنید. اوکی، پس اینم اد کردنه. این پایین بسه میزان به شما داره نمایش میده که میذاریمش روی ثانیه که بسه دقیقه و ثانیه نبسه بده تایم پروژهتون رو. گزینه پایین هم فکر کنم نیازی نباشه. این علامت لوپ تو استودیو وان هستش که هر جا دیدید به همین شکل هستش. و باقی گزینه ها که من فقط گزینه مترونوم رو بهتون میگم که علامتش همینه، مثل کیوبیس با سی روشن خاموش میشه. تایمینگ پروژهتون هستش، گام پروژه رو میتونید اینجا مشخص کنید که تأثیری نداره تو خود پروژه، فقط برای اینکه گامش رو بدونید
اگه پروژه رو بعد این مدتی باز کرد دنبال گامش بده همینجا راحت بهش برسید و تمپوتون هستش که به دابل کلیک روش به دست میاد. خب اینا همشون توضیحات خیلی زیادی داره ولی ما فرض میکنیم که شما اکثر چیزا رو میدونید توی کیوبیس. خب به داخل خود سانگ بارمون برمیگردیم این قسمت. اول خیلی کوتاه بخوام بگم که اسم هر کدوم از چیزایی که ما توی پروژه توی این قسمت سانگ بار استفاده میکنیم ایونت هستش. ما الان یه ایونت داریم که درام لوپمون هستش. من اینجا دابل کلیک میکنم یا میتونید با مداد این کارو انجام بدید. اوکی. که هر چقدر هر میزانی که میخوای بسازه برات. برام میبینید یه میزان خودش ساخت وقتی دابل کلیک کردم. باز میشه برام پیانو رول وقتی دابل کلیک میکنم. بزرگش میکنم. این میشه محیط میدی شما. که از اینجا با کنترل نگه دارم من اسکرول موس رو تکون بدم باز میتونید زومو خودتون تنظیم بکنید. دابل کلیک بکنم روی این خونه ها برام نوت میچینه خیلی راحت. میبینید اگه این گزینه هم غیر فعال کنم دیگه صداش نمیاد وقتی دارم میچینم. دیگه صدا قطع شد. دیفالت ویلوسیتی هستش که ولوم کلیه ولوم دیفالت در واقع نوتای شماست که وقتی اینجا می نویسید و سایر گزینه ها که بخواید اینجا می تونید ازش استفاده کنید. میوت و سولو هستش. راجع بقیه گزینه ها توضیح نمیدم، فقط یه چیز خیلی کاربردی بهتون بگم. ما یه اینسترومنت دیگه باید باز کنیم. خب مثلا این سری الکتریف درامز رو باز می کنیم. اوکی الکتریک درام رو بازی کنم، اسمش میزنم درامز. دابل کلیک میکنم میرم تو پیانو رول. حالتش میبینید که رفته روی درام. من حالتش رو میزنم روی همون پیانوی خودم که عادت دارم. خب یه وقتی از شما به نوتای لاین بالا نیاز دارید، اصلا میخواید به این میزن چه کردی بوده، مال روی درام بهتون توضیح میدم. این گزینه ترک لیست رو که فعال کنید، ترک هایی که توی پروژه شما استفاده کردید وی اس اینسترومنت هاتون مشخص میشه. کلمه درام دارم، یه پیانو. اگه سمت چپ این چراغ پیانو رو من روشن کنم نوتای پیانو رو میبینید کم رنگ اینجا بهم نشون میده که میتونم تشخیص بدم اینجا چی استفاده کردم و با توجه به اون حالا هر چیزی که خودم میخوام بچینم. و اگه همینجا مداد رو روشن کنم روی پیانو میبینید که میتونم همینا هم همینجا که من الان اینو غیر فعالش میکنم که به نوتای ما آسیبی وارد نشه. اوکی میبینید که الان دیگه نمیتونه تغییرش بده و برمیگردم به لاین درام فقط. این گزینه اگه روشن باشه اوتو اسکرول چیکار میکنه این بالا میبینید. وقتی فعال باشه خودش اسکرول رو همراهی میکنه، میبینید میره صفحه بعد. ولی غیر فعال باشه کار با اسکرول نداره، صفحه که ما مشخص کردیم فقط نمایش میده. کوانتایزای ما هستش این قسمت، تریپلتا، سوینگا و حالاتی که هستش. تایم بیس ما هست که اصولا بر اساس میزان ما میریم جلو. اسنپش رو بر اساس آداپتیو میذاریم، بر اساس در واقع کوانتایز شما اسنپ میکنه. اسنپ چیه؟ وقتی این گزینه غیر فعال باشه ببینید که من اینو هر جایی میتونم بذارم. تو کیویس دکمه جی این کارو میکرد، اینجا ان هستش توی استودیو. وقتی که فعالش کنیم دیگه فقط سر میزانه که توی کوانتایز مشخص کردیم این میمونه، یعنی من این وسط میبینید نمیتونم بیام. اوکی. خب برای چیدن لاینای ویبمون به طور مثال ما الان میخوایم اینجا کیک بچینیم. میریم این قسمت یک کیک برمیداریم، انتخابش میکنیم، وقتی اسنپ ما روشن باشه شما دیو بزنید. من اصلا دارم بر اساس کیبورد خود استودیو وان میگم، نه بر اساس کیبورد کیوبیس. دیو بزنید خودش سر ضرب بعدی میبینید که میچینه. هم میتونید با آلت این کار انجام کنید، بدید بکشید و بیارید این قسمت، هم با دی که دی خب خیلی سریع تره. میبینید خیلی سریع، مگه این قسمت رو پاک کنم و این رو انتخاب بکنم و دی بزنم، ببینید که درام من خودش اینجوری میچینه. اوکی. خب چیدن هم پس خیلی راحت هستش. برای بونز کردن هم که
کنترل بی میزنید بونس میکنه خودش. اگه اینا رو بخواید به هم دیگه بچسبونید یه گزینه داریم توی آدیو پارت به اسم مرج تو آدیو پارت، اینا رو به هم دیگه میچسبونه همونطور که میدید علامتش فرق داره با علامت وی، ولی اینا در واقع فایلاشو جدا جدا تو خودش هم نگه میداره. یعنی من اگه پشیمون بشم بخوام یه جای اینو ادیت بزنم فقط برای کپی کردن سریع این کارو کرده باشم، چون الان ببینید من خیلی باید دو میزم میتونم این کارو کنم. کلیک کراس بکنید آدیو دیزالف آدیو پارتو بزنید که من کنترل شیفت جی هم براش خودم تعریف کردم، این آدیو به حالت عادیشون برمیگرد. خب برای پاک کردن لاین هم خیلی راحت هستش، روی یه لاین کلیک راست میکنیم و ریموف ترک رو میزنیم یا همون شیفت تی که تعریف شده براش. این برای لاین های ویومون هست، ولی برای پاک کردن لاین های وی اس سیمون، وی اس اینسترومنت هامون، ما اگه فقط ریموف ترک رو بزنیم این وی اس سی داخل حافظش باز میمونه و همون قسمت که بهتون گفتم اگزیستینگ اینسترومنت شما میتونید از این بعدن استفاده هم بکنید، ولی اگه بخواید این وی اس سی رو کامل ببندید و دیگه تو پروژهتون نباشه، ریموف ترک اند اینسترومنت یا همون کنترل شیفتی که من براش تعریف کردم ابتدای پروژه رو استفاده میکنید. پاک شد و دیگه اصلا توی پروژه ما استفاده نشده نیستش. خب یه گزینه داریم به اسم میکس که میکسر ما هستش. این قسمت همه چیز لاینی که استفاده کردین انجام میده، نشون میده، میتونید غیر فعال بکنید. اگه بخواید افیکس ترک یا باس چنل یا چیزی تعریف کنید از اینجا میتونید تعریف کنید براش. ببینید که ویسی چنل هم همین قسمت هستش. اگه شما بخواید برای فولدرتون باس چنل تعریف کنید، مثلا اینجا فکر کنید ما اینجا میذاریم اسم فولدر رو درامز، پیانومون از فولدر میاریم بیرون و این لوپمون رو میاریم داخل این فولدر. میخوایم همه اینا از یه باس چنل عبور کنن. همینجا میبینید که هم این قسمت هم سمت چپ تو قسمت چنل اد باس چنل داره، یعنی نمیخواد برید تو میکسر اونجا اد کنید و بعد بیاد دونه دونه خروجی رو تعریف کنید. همینجا اد باس چنل رو میزنید خود به خود خروجی اینا میبینید رفتش روی باس چنل درامز، و ما تو میکسر هم برید میبینید که یه باس چنل درامز به لاینه ما اضافه شده. آیکونش هم که خب آبی رنگ هم هست که سوا داده بشه از بقیه. شما هر تغییری بدید اینجا، مثلا من یه ایکیو الان باز میکنم، روی کل لایناتون طبیعتا اعمال میشه دیگه. به طور مثال اگه لاین رو بعدن اضافه کردینم خودش اتومات به اون باس چنل انتقال داده میشه، و اگه شما بخواید از این باس چنل حالا که این فولدر باشه ولی عبور داده نشه، همینجا خروجی روی مین میذارید که خروجی اصلی مستر ماست، از اونجا عبور میکنه. اوکی، ولی یکی دو تا خصوصیت خیلی مهم استودیو وان رو بگیم که خیلی کاربردی هستش و توی کیوبیس نبودش و نیستش. الان به طور مثال ما میخواییم به این قسمت، فقط به این قسمت پلاگین بریم. توی کیوبیس باید حتما بریم یه لاین جدید معرفی کنیم یا اتوماسیون بسازیم یا داستانه دیگه، ولی اینجا خیلی راحت این ایونت رو من انتخاب میکنم. سمت چپ پایین قسمت هست ایونت افیکس، وقتی اینو انیبلش کنید میبینید که شما اینسرت دارید، میتونید اینجا پلاگین بهش بدید. من باز هم کیو میدم که خیلی مشخص بشه. پلی میکنم، مشخصه دیگه فقط روی این قسمت اعمال شد. و اگه رندر رو بزنیم این همینجا تو خودش خروجی میگیره و دیگه انگار این پلاگین توی پروژه شما باز نیست و باعث پروژهتون سبکتر باشه، از سی پی یو تون نکشه به قولی. اگرم پشیمون شدید خواستید بعداً ادیتی بزنید، ریستور رو که بزنید باز پلاگین رو با همون تغییراتی که داده بودید براتون باز میکنه. اوکی، گزینه بعدی که بخوام براتون توضیح بدم تایم استرچ استودیو وان هستش که خیلی راحت و خیلی دقیق و تمیز هستش. الان تمپای ما 120 لوپمونم 120 بودش، ما الان تمپو رو میاریم به طور مثال روی 128. خب ببینید که طبیعتا نباید بخونیم. خب آلتو نگه میداریم انتهای فایل ویوم،
علامت ساعت میاد، این تایم استرچ ماست. من اگه بکشم بیارم سر ضرب، میبینید که خودش استرچ شده، سر ضرب تمپو رو تغییر داده. گزینه بعدی که خیلی کاربرد داره، یه جوره شبیه فریز کردن هستش. ما الان این داریم سولوش میکنم. خب شما میخواید اینو ویوش کنید، داشته باشید. کنترل بی یا همون بونسو که بزنید، ببینید خودش اینجا یه ترک آدیو ترک میسازه، اینو خروجی میگیره میاره و این لاینم میوت میکنه. یعنی من اگه اینجا میوت رو بزنم، مشخص که این لاین میوت شده و فقط داره اینو میخونه. من اینو رو میوت کنم که مزاحم نباشه. به همین راحتی کنترل زد میزنم، برمیگردم حالت قبل. و حالا یه گزینه دیگه ای که هستش، من الان پیانومو باز میکنم، تغییر میدم تنظیماتشو و یه پلاگینم رو بهش میدم، فابریکر کیو 2 بازم میدم. های کاتش میکنیم، درست؟ اوکی. روی لاین کلیک راست میکنیم، یه گزینه داریم به اسم ترانسفورم تو آدیو ترک. گزینه رو انتخاب میکنیم. اینجا رندر اینسرت هست. اینجا رندر اینسرت هستش که وقتی این تیکه این قسمت رو بزنید، پلاگین هایی که به پروژه تو قسمت اینسرت دادین هم با خودش رندر میگیره. من روشنش میکنم. اوکی. میبینید که لاین من ویب شد و هیچی در واقع VST توی پروژه من باز نیستش، هیچی از CPU من نمیکشه و باز چه پروژه من خیلی سبک بشه. و برای اینکه با لاینای ویو دیگه هم قاطی نشه، میبینید که نوتش رو داخل خودش داره نشون میده که من حواسم باشه اینسترومنت ترک بده قبل. بعدن هم اگه پشیمون شدم خواستم تغییری بدم، کلیک راست میکنم دوباره ترانسفورم تو اینسترومنت ترک. این گزینه رو میزنیم، دوباره با حالت عادی برمیگرده. گزینه بعدی که توی کیوبیس نیستش، میخوام براتون توضیح بدم، ارنجر ترک هستش. این قسمت من با مداد به طور مثال از اینجا تا اینجا میکشم اینترو. اوکی. اینجا مثلا خودش ورس مینویسه. این چه کاربردی داره؟ این واسه وقتی که شما میخواید کپی پیست تو پروژه‌تون بکنید. من الان این اینترو از اینجا قیچی میزنم و حالا با آلت میکشم میارمش این قسمت، آلت رو نگه میدارم، درگم دراپ. ببینید که کل پروژه این قسمت میادش. تمام اوتومیشن و تنظیماتی توی این قسمت شما داده باشید، این سمت هم اعمال میشه. دوباره کنترل زد. این گزینه برای غیر فعال کردن پلاگیناتونه. تمام پلاگینایی که تو پروژه داده باشید با این قسمت خاموش میشه. اینم ارنجر ترک ما هستش. راجع به پول ترک اگه خواستید میتونید فیلم های زیادی ببینید. راجع به اسکرچ پد هم همینطور. یه گزینه های جدید استودیو وان هستن، ولی تا اینجا چیزایی که گفتیم در واقع اکثر چیزایی هستش که تو کیوبیس بوده و فکر میکنم که همه گزینه‌ها رو بهتون گفته باشم. فقط گزینه نهایی که میمونه اتوماسیون دادن میمونه تو این برنامه، که باز اونم خیلی راحته. به طور مثال من اسپایر رو باز میکنم. هر پارامتری که اینجا تکون بدید، میبینید که برنامه این بغل سمت چپ داره به شما نشون میده و دیفکتش کرده. اگه همینو من آ بزنم، میبینید که روی لاین خودش اینجا اتوماسیون برای من ساخته. از اینجا مثلا بکشش میکنیم. نوتم نداره البته، الان توقع صدا نباید داشته باشیم، فقط میخوام حالتش نشون بدم اتوماسیون. اگه بخواید یه اتوماسیون دیگه میسازیم، رزونانس روی آن میزنیم، با دست هم میتونید درگ اند دراپ کنید. اونجا رزونانس رو که همزمان میدونید که روی
هر کدوم از پارامترها تو این قسمت کلیک راس بکنید به صورت عددی هم میتونید مقدار مورد نظرتون رو بهش بدید. تمام پارامترها توی استودیو وان به همین شکل دیتکت میشن، یعنی شما روی این ولوم بزنید ببینید که دیتکت میشه، روی بایپس بی اس سی بزنید دیتکت میشه، یه جایی بخواید بی اس سی بایپس بشه. تمام گزینه ها همینجاست. اما دیگه وقتتون رو نگیرم، دو تا گزینه نهایی بگم که خیلی خیلی بازم کاربردی هستش. اینکه اگه شما بخواید یه پریستی رو سیو بکنید، به طور مثلا من دسکتاپ هم میارم. اوکی. ایونت هم اینجا میتونم اسمش رو تغییر بدم، رنگش رو از این بغل میتونم تغییر بدم، حالا هرچی رنگش از تو که سیو نمیشه. درگ اند دراپ میکنم روی دسکتاپ. ببینید که با فرمت میوزیک لوپ که فرمت خود پریست استودیو وان هستش، اینجا فایل پیانو براتون ساخته شده. اینو من درگ اند دراپ بکنم اینجا الان، ببینید که هم اینسترومنت ترک هم باز میشه، هم میدی که توش بود باز میشه، میدی که درگ اند دراپ کرده بودم، هم پلاگین ها و تغییراتی که داده بودم همشون به همون شکل باز میشه. یه گزینه دیگه هم داریم که خیلی کاربردیه، ولی فقط اینجا گذرا بهش میگم، ایمپورت سانگ دیتا هستش. برای وقتی هستش که شما بخواید از توی پروژه دیگه وی لاینتون استفاده بکنید، مثلا شما یه پیانو جا دیگه زدید یا درامی چیدید، میتونید بردارید بیارید این قسمت. مثلا ببینید من آنالوگ پد رو برمیدارم. اوکی. میبینید که این وی اس اینسترومنت به طور کامل اینجا اومد، نمایش هم حالت نرمال میذارم که همشون یه اندازه بشن. دوباره مجددا اوکی، با همه تنظیماتی که من قبلا دادم و همینطور چیزایی که قبلا زدم اینسرت هم دارید میبینید. و خیلی خیلی کاربردیه، باعث میشه سرعت شما توی تنظیم زیاد بشه. اوکی. در نهایت میریم سراغ خروجی. خروجی به همون شکل کیوبیس هستش، یعنی شما ناحیه‌ای که میخواید عموما به این شکل بود که شما ناحیه‌ای که میخواستید رو انتخاب میکردید، یا کنترل آ میزدید بعد پی میزدیم، یا با مداد هم میتونید همون اول اینو تنظیم بکنید. ناحیه مورد از اینجا تا اینجا محل اولش هم میزنم سانگ اکسپورت میکس داون که بیتوین لوپ، بین این لوپی که ما تعیین کرده میزنیم خروجی بگیرید. اگه لاین به لاین هم بخواید بگیرید به همون شکل بهتون گفتم، اکسپورت سیم تراکس و لاین هایی که بخواید و محل تیک میزنید که لاین به لاین براتون خروجی بگیره. امیدوارم آموزش به دردتون خورده باشه، ازش لذت ببرید. خب مطالب خیلی زیاده و نمیخوام بیشتر از این وقتتون رو بگیرم. شما از طریق اینستاگرام من آرش مرادی فرد میتونید با هم در ارتباط باشید. و اینکه چند تا نکته خیلی کوتاه بهتون بگم، برای تیون کردن وکال این برنامه از خود ملوداین استفاده میکنه، یعنی که شما کنترل ام روی هر آدیو ایونتی که بزنید میبینید که ملوداین باز میشه، شما میتونید کوک کنید و حتی میدی که ملوداین بهتون میده رو توی لاینه اینسترومنت ترکتون هم استفاده بکنید. فقط شما باید حتما ملوداین رو جدا نصب بکنید. سازگاری کامل داره آخرین ورژن ملوداین با استودیو وان که اون هم ترک شده و راحت در دسترس همه هستش. استودیو وان 4 قابلیت پترن نویسی هم حتی داره مثل FL استودیو که اینجا دیگه زمان نشد راجبش توضیح بدیم. این برنامه واقعا فوق العاده است، قابلیت های خیلی زیادی داره، قابلیت های کوانتایز، بند مارکر و تو خیلی چیزهای دیگه. کورترکش فوق العاده است، شما میتونید آکوردهای مینور ویوتون رو حتی باش ماژور کنید یا آکوردها رو تغییر بدید روی فایل ویو که حالا تو این ویدیو نرسیدیم بهش بپردازیم. ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید، وقتتون بخیر.